سال خوبه برنامه های پرشین باز به همه شما سلام مخصوص دارم. سلامی چوبوی خوش مهربانی، سلامی چوبوی خوش خاک ایران زمین، بالاخص وقتی که یه رطوبت میخوره که آدم مست میشه از بوش. در حوزه پروژه خاک به کرمان اومدیم تا آداب و آیین هایی که در مورد سوزندوزی در این شهر هست با خانمی برجسته و اهل علم و هنر بررسی کنیم. خانمی که روستا به روستا رو رفتن و در هر روستا با نقشای مختلفی که بانوان روستایی در اونجا با سوزنهای هنر آفرینشون می آفریدند آشنا شدند. بانوانی که وقتی کارشون روی وسایل زینتی قرار می گرفت چشم ها رو خیره می کرد، چشم ها محو می شد و آدم فکر می کنه چقدر یک خانوم می تونه با حوصله و با ظرافت تمام این سوزندوزی ها رو انجام بده، با رنگای مختلف، با نقشای مختلف، و ازش یه باغ بسازه، یه باغی که همیشه بهار توش. بله، ما در این برنامه به سوزندوزی های مخصوص کرمان میپردازیم و با از بانوی نام بردم که همونطور که گفتم روستا به روستا رو سر کشیدن و آداب و پوشش ها رو جمع‌آوری کردن، تجربه گرانبهایی رو در زمینه های مختلف به دست آوردن و اون رو در جشنواره های مختلف کشوری به تصویر کشیدن. بانو فرحناز هاشمی نژاد که هم کارآفرین هستند و هم پژوهشگر در زمینه های مختلف سوزندوزی و پوشش های بانوان و مردم کرمان. بانو هاشمی نژاد گرامی، به برنامه پروژه خاک خوش آمدید. از اینکه دعوت من رو پذیرفتید صمیمانه سپاسگزاری میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین شما. افتخار میکنم که در این حوزه در خدمت شما باشم و کار بسیار زیبای شما ستودنی است. کسانی که به دنبال فرهنگ، اصالت و هنرهای این دیار هستند، امیدوار هستم که از صحبت من بهره‌ای ببرند و افتخار میکنم اگر چنانچه سوالی هم داشتن من در خدمتش باشم. حتما حتما. و ما در این پروژه میخوایم که همیشه اول از همه تاریخچه ها رو بدونیم. اگه من بدونم که این هنر چه پیشینه داره و به چه زمانی برمیگرده و پدران ما، مادران ما از چه زمانی شروع کردن به اینکه چیزهای ارزنده‌ای درست کنن و این هنرشون رو برای ما به یادگار بذارن، اون وقت ما قدرش رو شاید بیشتر بدونیم. به همین جهت به عنوان اولین پرسش ازتون میخوام این سوال رو داشته باشم که تاریخچه سوزندوزی از چه زمانی هست، از چه زمانی مدونه و به صورت یه تاریخچه مدون در اومده، برای ما بفرمایید لطفا. خب باید عرض کنم خدمتتون که نکته اولی که دوست دارم بزرگواران بدونن این که ما تقریبا نزدیک به 140 نوع سوزندوزی در ایران داریم. سوزندوزی هایی که از قدیم مونده و بعدها سوزندوزی هایی که با اروپا و آسیای میانه تلفیق شده، اما بالاخص 120 نمونه سوزندوزی داریم که مختص ایران هست و این میتونم بگم که واقعا حائز اهمیته. میبخشید، مختص ایرانه یا مختص کرمانه؟ نه مختص ایران. مختص
دست و پته و پته یکی از اون هاست. سوزندوزی پته که خاص کرمان هست برگرفته از تاریخ بسیار غنی داره، اونجور که شاردن میگه در سفرنامش، در دوره صفویه این سوزندوزی رواج بسیار زیادی داشته و تو دست اکثر بانوان این دیار کار میشده. خب این خیلی مهم هستش که ما بدونیم که سوزندوزی کرمان به دلیل اینکه از پارچه پشمی و نخهای پشمی تهیه میشه در برابر عوامل جوی ماندگاریش خیلی نیست، یعنی شاید قبل از اون دوره هم موجود بوده و کار میکردند، اما به دلیل اینکه خب آسیب میبینه در برابر عوامل جوی از بین رفته. قبل از ما در حال حاضر در موزه های دنیا و موزه های ایران و بعضی از جاهایی که پته رو نگه میدارن مثل مقبره شاه نعمت الله پته‌های قدیمی داریم که تقریبا میشه گفت همون حدود 300-400 سال عمرشونه. مقبره روکشی که برای مقبره شاه نعمت الله در حال حاضر هست فکر میکنم مال سال 1285 حدوداً باید باشه که این قرن 12 هجری قمری بهش میگن، 1285 هجری قمری این روکش مقبره شاه نعمت الله توسط تعداد زیادی از زنان و دختران دوخته شده و هدیه شده به اونجا. آنچه که در مورد سوزندوزی پته فکر میکنم لازم هست بدونیم این که سوزندوزی پته ابتدا برای نقوش روی لباس گلدوزی هایی بوده که روی لباس میشده و هم در بین زنان رواج داشته استفاده از اونا، هم در بین مردان. به طور مثال خدمتتون عرض کنم یک لباسی هست به نام شولا که حالت شنلی بوده که مثل یک اشارپ خیلی بلند که آقایون استفاده می کردن و تمام این پر از نقوش پته بوده و خیلی جالبه. خیلی من عکس‌هایی از اون رو به دست آوردم و متاسفانه زمانی که رسیدم برای تهیه اون، یعنی دوست داشتم این کار قدیمی رو بخرم، فروش رفته بود و یکی از توریستای خارجی اینو خریده بود که امیدوارم به خوبی حفظش کنه و جای مناسبی به نمایش در بیاد. بله امیدوارم قدرش رو بدونه. حتما، چون من فکر میکنم که هنر ایرانی هر جایی که بره بازگو کننده اون فرهنگ ماست و غنای فرهنگ ما هست و چقدر خوشحالم که یه جایی بره بهتر از اون جایی که پیش من خواهد. و در حال حاضر و من مطمئنم که هر کسی که این وسیل این پته رو خریده میدونسته که داره چی میخره، چون معمولا افرادی که یه مقدار آگاهی دارن و فرهنگش رو دارن میرن دنبال این ابزار و وسایل قدیمی. به اینجا من هستم که جاش امن هست و میدونسته که چه شیء با ارزشی رو خریده. شما از عوامل جوی نام بردید که سبب خراب شدن و از بین رفتن پته ها در کرمان می شده. ممکنه بفرمایید این عوامل جوی چی میتونه باشه؟ ببینید محیط های گرم به پته آسیب میزنه، جایی که کمی تاریک و گرم باشه و خدای نکرده اگر رطوبت هم چاشنیش بشه متاسفانه تار و پود پته رو از بین میبره و باز دچار بیت‌زدگی هایی که میشه، یعنی موجودات ریزی که به پته یعنی این هوا رشد میکنن و
پته رو میخورن. خب اینا خیلی مؤثر هست. البته خب اون موقع علم امروز نبوده که چجوری با این حشرات میشه مبارزه کرد یا چطور میشه اینا رو حفظ و نگهداری کرد و شاید اونقدر هم جدی نمیگرفتن که این باید بمونه برای چندین نسل بعد. نهایتش فکر میکردن که این بمونه برای بچه هام یا نهایتاً برای نوه هام و دیگه بعد از اون رو فکر نمیکردن که اینها باید بمونه، باید حفظ بشه. و خب اون موقع نه موزه هایی بوده نه جایی بوده که بدن اینا رو نگهداری کنن و خب وطن از بین میرفته دیگه، ناچاران از بین میرفته. همینطوره. شما قدیمی ترین میچه از قدیمی ترین پته و سوزندوزی که هستش و شما میدونید و اطلاع دارید ازش مربوط به چه زمانی هست؟ پتهایی رو فرمودید که ظاهرا از زمان صفویه، یعنی چیزی حدود 500-600 سال پیش با دوخته می شده و بله. گردشگری که به ایران اومده بودن، توریست که به ایران اومده بودن هم در این زمینه صحبت کردن. اما قدیمی ترین و کهنه ترین سوزندوزی کرمان رو به چه عهدی برمیگرده، به چه زمانی برمیگرده و الان کجا هست این سوزندوزی؟ غیر از اون که در فرمودید که در شاه نعمت الله ولی گذاشته شد. بله. ببینید پتای قدیمی مثلا یک لباسی هست مال دوران زندیه، یک کت قدیمی هست که در موزه در تهران نگهداری میشه، فکر میکنم موزه هنرهای زیبا، مربوط به دوران زندیه است. و باز پته هایی رو در یکی از موزه های خود کرمان در آتشکده زرتشتیان ما، موزه لباسی هست که باز پته قدیمی اونجا ملاحظه میشه، مربوط به شاید حدود 300 سال پیش و شاید هم یعنی تاریخ مدون نداشته، فقط نوشتن مثلا عصر زندیه. من فکر میکنم با توجه به اینکه بعضی از خانواده ها اون ریشه های خودشون رو حفظ کردن، به طور مثال مثلا بعضی ها میگن که ما کلن از قجرها هستیم و این قجر بودنشون یا از زندیه بودنشون رو خواستن حفظ کنن، خیلی متعصبانه حفظش کردن. در اینها آنچه که بوده نگهداری شده و باز نسل به نسل این رو نگه داشتن و الانم حفظ بده. بعضی ها در خانه هاشون دارن، یعنی حاضر نیستن حتی به موزه ها بدن و خوبم نگهداری میکنن. به طوری که من چندی پیش یک چادر قدیمی رو دیدم، چادری که روش پته دوخته شده بود و بسیار زیبا بود. و یه چیزم که لازمه بدونیم، پته به دلیل اون متریالی که داره، یعنی پشمینه بودنش، هم خود پارچه پته که به عنوان عریض یا شال گفته میشه، هم ریس پته یا نخ پته، اینا پشم هستن، یک دست پشم. بنابراین هر چقدر که در گذشته این پارچه دست بافت بوده و بسیار ظریف تر از الان بوده، نخاشو می ریسیدن بسیار ظریف و شالش رو می بافتن و اون هم بسیار ظریف، با این حال استفاده متریال پشمی در فصول خاصی بوده برای لباس. بنابراین چیزی نبوده که دائم بتونن استفادهش بکنن و در ضمن به دلیل اینکه هم گران بوده و هم بسیار ارزنده بوده، هر کسی هم از اینها استفاده نمی کرده. ما دنبال یک پویشی بودیم در لباسهای قدیمی، دیدیم هرچی به طرف گذشته می دیم پارچه ها بسیار ساده، نخی عمدتاً، و بعدها ماهوت و پشم به اون اضافه شده. و در زمانی که جاده ابریشم گذر میکنه از ایران،
اینجا مبادلات کالا صورت میگیره، تنوع پارچه ها بیشتر میشه و اتفاق قشنگی که میفته از نقوش ایرانی برده میشه در کشورهای دیگه مثل چین و اینا پارچه هایی رو تولید میکنن با نقوش ایرانی. مثلا بوتجقه از نقوش ایرانیه، اما ما دیدیم که روی پارچه های قدیمی، بسیار قدیمی که از خارج از کشور اون موقع آورده می شده، هم در ساتنهاشون هم در الیاف نخیشون این بوتجقه رو کار کردن. یعنی نقوش رفته اونجا و به نوع دیگه وارد کشور ما میشه و خب استفادهش هم مرسوم و رایج میشه. من این سوال ازتون دارم که ابزار کار یک سوزندوز چی میتونه باشه؟ آیا وسایل و ابزار خاصی لازم داره؟ یا اینکه هر کس یه پارچه پشمینه و نخهای پشمی داشته باشه میتونه این کار رو انجام بده؟ دلم میخواد که در این مورد هم یه توضیح رو بفرمایید. ببینید، ابزار کار سوزندوزی فقط یه سوزن و نخ هست با اون پارچه‌ای که داره. اما اینکه هر کسی که این در عرض کردم چقدر ساده است، ابزار ساده ای رو در اختیار دارن، پیچیدگی خاصی نداره، ولی خب حتما توش یه پیچیدگی هایی هست که هر کسی نمیتونه کار پتر رو انجام بده. خب ببینید، تقریبا میشه گفت 10 نوع دوخت، حالا ما اسم داریم برای این دوخت ها. به طور مثال میگم ساق دوزی داره یا خط دوزی داره، پتک چارگوش داره، پتک بلند یا پتک دراز داره، رودوزی داره و خیلی برگ و سایه و متین دوزی این پر میشه و تمام اینا اسم دوختاییه که در قسمت قسمت این پته جا میگیره. اما ابتدای امر این شال پته رو باید نقش بزنن. این نقش زدن رو در اصطلاح بهش میگن گرتزنی. گرتزنی نقش خام رو روی، یعنی نقشی رو که دوست دارن روی کاغذ یا مقوا در میارن، نقاشیش میکنن. البته امروزه که دیگه با کامپیوتریه میتونن نقش رو بدن و بگیرن. بعد این نقش رو روی خطوط رو سوراخ‌های ریز ایجاد میکنن و به وسیله گرته خاکستر، گرته بسیار نرم خاکستر و یا زغال، این رو پارچه رو کاغذ رو میذارن روی پارچه و از اون سوراخ ها این خاکستر یا زغال، نرم زغال عبور میکنه و نقش منتقل میشه. در واقع این شابلون درست میکنن. در واقع بله، شابلون درست میکنن. بله دقیقا همینطوره. البته اینجور نقش زنی هنوز هم مرسوم هست و این نقش زنی کهنه قدیمی ماست. وقتی که کاغذ رو برمیدارن روی همون نقش رو با قلم میکشن. در حال حاضر ضمن این که با قلم میکشن که اون نقش ثابت بمونه. بله بله. خب الان دیگه مثلا با قلمایی که جوهر میزدن و اینا کار نمیکنن، با ماژیکایی که روی پارچه راحت روون بشه این نقش رو کشید کار میکنن و خب تکنولوژی همه جوره در خدمت بشر هست. حالا گاهی آسیب زننده است و گاهی هم بسیار خوبه. در حال حاضر انواع چاپ ها هست که نقش رو انتخاب میکنن و به همون صورت کشیده شده با دست، منتها خیلی منظم و آنکادر، این نقش رو پیاده میکنن روی پارچه. بله. اما شما فرمودید با ماژیک، آیا این ماژیک به قسمی هستش که اگه یانن آب بهش بخوره ماژیک رنگش پخش نمیشه و خراب نمیکنه این پتر رو؟ بله
ببینید این ماژیک جوری هست که وقتی که شسته میشه کامل شسته میشه و یک اثر کمی ازش میمونه. بعد منتها شستن پته خودش قلق داره، به دلیل اینکه ضمن اینکه اون ماژیک رنگ میده، انواع نخایی که استفاده میکنیم هم رنگ میدن و خود شال پته‌ای که رنگی باشه خودش باز رنگ میده و اگر شال زمینه سفید باشه خب بیشتر این رنگا رو به خودش میگیره. پته رنگی باشه، رنگا توی نخای مثلا سفید و زردش میره، تداخل میده و خیلی بد میشه. خود شستن پته یک علم و یک داستان داره که حالا انشالله که سر فرصت براتون توضیح میدم. اما الان این پته که من خدمت نشون میدم، این پته خیلی قدیمیه، تقریبا 100 و خورده سال سنشه، اما همینجور که میبینید هیچ کدوم رنگا نرفته توی هم، سفیدی پارچه حفظ شده و تمام رنگا سر جای خودشه. چند تا دلیل داره. اینکه در گذشته خیلی از رنگهایی که استفاده میکردن رنگهای گیاهی که بوده و حتی رنگهای شیمیایی، اونایی که کار میکردن خیلی خوب بلد بودن و در حال حاضر هم ما به کسایی که میان یاد بگیرن این آموزش ها رو میدیم. قبل از اینکه پته دوخته بشه نخاتونو بشورید. خب بعضی نمیدونن، فکر میکنن یه دسته نخو باید بگیرن چنگ بزنن. نه، نخا کافیه که توی یه مقدار آب و شامپو توی آب سرد تکون داده بشه و بعد شروع بشه به آب کشی، همجوری مثل گیس اینا رو آب بکشن تا اونجایی که رنگش کامل، یعنی اون رنگی که پس میده بره و اون آبی که دوباره نخ رو میذاری کاملا شفاف بشه و هیچ رنگی توش نباشه. اگر نخ رو بشورن بعد از این که پته رو میدوزن دیگه رنگ پس نمیده، یعنی بخوان بشورنش رنگ پس نمیده. خب حالا یه نکته هایی هست برای کسایی که الان دارن این کارا رو انجام میدن. معمولا مثل ما که تولید کننده هستیم حتما دقت میکنیم که این اتفاقا بیفته که پته خیلی خوب ماندگار بمونه. و خب هاشمی نژاد عزیز، دلم میخواد که از این صحبتهای شما و علم شما، دانشی که با ظرافت تمام ریز به ریز نکته به نکتش رو میدونید، من بیشتر بهره بگیرم و همینطور کلیدهای عزیز. ولی چه کنیم که وقتمون به شکلی داره تموم میشه و من 1001 سوال دیگه در مورد پته دوست دارم که از شما بپرسم. این که شما فرمودید که پته هاشون رو باید وقت تو آب بندازن و رنگ نده و این برنامه ها، من یاد اون ضرب المثلی افتادم که میگفتن وقتی کسی رسوا میشد میگفتن پتوهاش رو آب افتاده، یعنی همین که آب بهش خورده رنگای پته قاطی پاتی شده و این نشون میده که از رنگ اصیل و طبیعی استفاده نکرده و خلاصه یه جورایی رسوا شده. خانم هاشمی نژاد گرامی، فرحناز بانی عزیز، چقدر باید ازتون تشکر کنم که این اطلاعات مفید رو به من و به دوستان من و به تمام کرمانی ها دادید و ما شما رو با این سادگی رها نمی کنیم. منتظر یه برنامه دیگه و استفاده از دانش و هنر شما تو این زمینه هستیم. خواهش میکنم. ممنونم، سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم، امیدوارم تو دیدار بعدی در مورد نقوش پته بتونیم صحبت کنیم و خیلی چیزای دیگه که پته واقعا دنیاش گسترده است به نظر من. انشالله که در دیدار بعدی حتما در خدمتتون خواهم. حتما ممنونم از قولی که به من دادی و در اینجا شما و همه دوستداران هنر سوزندوزی رو به پروردگار میسپارم و تندرستی و شادی براتون آرزو میکنم. بدرود. بدرود، شاد و اهورایی باشید و زندگی شیرین بکنید.